بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. نکته ای که در آیه 105 و 106 سوره انبیا وجود داره که همه انبیا بشارت حاکمیت صالحین رو و وراثت زمین رو دادن وجود داره، این هستش که در پایان آیه میفرماید که این نکته یک برای هر دینداری یک نشانه هست. در واقع میخواد بگه که دینداری در واقع یعنی فهم آینده و آینده سازی، و اساساً کسی که با تاریخ بشریت، با تاریخ انبیا و حال و آینده ای که خداوند تبارک و تعالی بشارت داده پیوند نداشته باشه و حتی دینداریش دینداری محدود زمینی باشه، در واقع به حول یک محدوده زمانی مشخص باشه، در واقع فهم دین نداره و هیچ پیوندی با به معنی واقعی با دین نداره. دین یک جریانی هست که از گذشته شروع شده از آدم تا قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین انسانی دیندار هست که در این روند قرار بگیره و خودش رو عضو این مجموعه بدونه و بر اساس عضویت در حزب خدا، گروه انبیا فعالیت بکنه. و این نکته بسیار بسیار مهمه. و شخصیت صالحین به عنوان آخرین نکته این هستش که وقتی میگه که زمین از آن صالحان زمین خواهد شد و به وراثت به صالحان خواهد رسید، شخصیت صالحان به قدری ارزشمنده که خداوند تبارک و تعالی اونها رو با لفظ فوق‌العاده زیبای بندگان من خطاب کرده. یعنی های تعلق خاصی به خداوند و آموزه های الهی دارند و زندگیشون اساساً بر اساس آموزه های الهی هست و در واقع سبک زندگی اونها نقطه مقابل زندگی فاسقان، طاغوت‌ها هستش. نمیشه یک کسی ادعا کنه که متدین دیندار هست و سبک زندگی اون با سبک زندگی حاکمان فعلی زمین هماهنگ بشه و در واقع اونها سبک زندگی شخص رو مشخص کنن. این نکته خیلی مهمه که اگر ما بخوام آینده ساز باشیم باید سبک زندگیمون بر اساس سبک زندگی بندگان صالح خدا هماهنگ بکنیم. الحمدلله رب العالمین.